سلام به شما بینندگان گرامی با این امید که خوب و سرحال هستید من سیما بهاری هستم همراه با همکارم حامد جمالی در خدمتون هستیم از برنامه گفتگو در رابطه با برجام میخواییم صحبت بکنیم سال 2018 وقتی که ترامپ شد رئیس جمهور آمریکا خودش رو از برجام و مذاکرات و تعهدات و غیره بیرون کشید بعد از اونم جمهوری اسلامی گام به گام نسبت به تعهداتش کمتر عمل کرد و بعضا زیر پا گذاشتن اصلا اون رو با روی کار اومدن جو بایدن دوباره مسئله مذاکرات درباره برجام مسئله مهم شد و به هر حال روی میز بعضی از دول قرار گرفت. دور اخیر مذاکرات برجام اما برای جمهوری اسلامی خیلی عادی نبود یعنی فقط مسئله این نبود که با آمریکا و شرکای آمریکا بخواد به قول معروف کل کل کنه بلکه یک سنبه پرزور اعتراضات مردم هم همراه با این مسئله شد دور جدید مذاکرات درباره برجام همراه شد با مرگ بکتاش آبتین اعتراضات به این مرگ که جمهوری اسلامی رو مقصر می دونستن. همزمان اعتصاب قضایی یه تعدادی از زندانی سیاسی در زندان همراه شدن مردمی که در خارج زندان میخواستن از این اعتراضات حمایت بکنن و در خارج کشور کسانی که اعتراض داشتن به مرگ بکتاش آبتین به زندانی بودن زندانی های دوتابعیتی و به هر حال اینها منجر شد به اعتراضات همگیری که چه در رسانه های ایرانی و چه در رسانه های بین البته تا حدودی منعکس شد و فضا رو برای جمهوری اسلامی خیلی خوشایند نکرده اجازه بدید بی... کوتاه کنم مقدمه رو همراه بشیم با مهمون برنامه من کازم نیخا تا در این زمینه با ایشون گفتگو کنیم سلام میکنم به شما کازم نیخا خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو با درود به شما سیما همکارانتون و همطور بینندگان عزیز در رابطه با نکاتی که در مقدمه گفتم سعی می کنم در طول صحبتامون به نکاتی بپردازم اما از اینجا شروع بکنیم که کلا خود برجام چه اهمیتی داره طبعا یه مقدار زوم می کنیم روی منفعتی که برای ایران داره بفرمایید اهمیت برجام اینه که جمهوری اسلامی رو یه مقداری حکومت جنایتکار ضد مردمی اینا هست به درجه ای تحت کنترل قرار میده و به حال هایی برای فعالیت های اتمیش تعیین میکنه که خود این تاثیر میذاره رو جنبه های دیگری هم برجام در واقع رابطه دولت ها با جمهوری اسلامی رو در یک چارچوبای های معینی میذاره و اگه یادتون باشه قبل از مذاکرات برجام تحریم های زیادی سطح بین‌المللی به این حکومت تحمیل شد و بالاخره مجبور شد که تو یعنی محاصره قرار گرفت و مجبور شد سر میز مذاکره بشینه همه میگفتند که این حکومت مشغول دستیابی یا تعامل سازی تجهیزات اتمی است میخواد به سلاح اتمی دست پیدا کنه و چنین حکومتی اگر به سلاح اتمی دست پیدا کنه بسیار خطرناک خواهد بود و نگرانی های زیادی رو در سطح دنیا و در سطح جامعه دامن زده بود برجام به درجه این رو بالاخره میشه گفت کنترل کرده یا تحت یک تنظیماتی قرار داده این میشه گفت اهمیت برجام هست تا اینجا هم تو صحبت های شما به نوعی اشاره کردین من هم تو مقدمه برنامه گفتم که بالاخره جمهوری اسلامی شرط و شروطی داشت برای برگرشتن به مذاکرات برجام امیدش این بودش که تحریم ها برداشته بشه وضعیت اقتصادیش یه مقدار شکوفا بشه به هر حال یه کمی رو دور بهتری بیفته چقدر این امید میتونه واقعی باشه؟ بله جمهوری اسلامی گفت که همه تحریم ها میخواد یا تلاش میکنه که تمام تحریم های بین المللی علیه حکومت برداشته بشه و وقتی بحث از تحریم هاست فقط تحریم اقتصادی نیست تحریم های دیپلماتیک سیاسی اینا علیه ف... به اصطلاح دست... دست چی میگن بهش ف... شخصیت های حکومت اسلامی و اما پای نتونست این رو تحمیل کنه به وضوع به خاطر اینکه جوابش این بود که خیلی از تحریم رابطه رابطه با مسئله اتمی نداره بخشش سر بستگی داره به چه موضوعی مربوطه بخش زیادی از تحریم ها مربوط به تروریزم جمهوری اسلامی بخشش مربوط به فعالیت های پولشویی جمهوری اسلامی تو سطح بین‌المللی است بخشش به خاطر علیه کسانیه که دست به قاچاق مواد مخدر میزنن از سپاه پاسداران و غیر و غیر یعنی و در نتیجه این تلاش که تحریما کلا برداشته بشه به شکست کشیده شد حتی شرط گذاشت جمهوری اسلامی که اول باید تحریما رو بردارین تا بشینیم سر میز مذاکره که این رو هم قبول نکردن طرف مقابل طرف غربی که گفتن نه ما شرط و شروط نمیپذیریم یا میشه این سر میز مذاکره یا به اصطلاح اقدامات دیگری رو تو دستور قرار میدیم که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده از اگر برجام در حدی که حالا قبلا بود به نتیجه برسه خب به درجه تحریم ها برداشته میشه به درجه اقتصاد جمهوری اسلامی بالاخره امکانات صادراتش وارداتش امکانات بهتری پیدا میکنه اما اینکه اصطلاح یه جوری جمهوری اسلامی وانمود میکنه که اگر یعنی همه مشکلاتش به تحریم ها گره خورده این یک دروغ محض جمهوری اسلامی سیاستاش عامل بحران های اقتصادی رکود و ورشکستگی اقتصادیش است و برجام و غیر برجام کمکی به رونق و بهبود و اینا چندان نخواهد کرد وقتی که راجع به اخبار مربوط به برجام میخونیم این ورانور ور گزارش های اینا رو میشنویم گاهن میگن که داره پیش میره به توافقاتی رسیدیم معلوم نیست این توافقات چیه اما بعضی از طرف های مذاکرات هم از جمله مثلا فرانسه اظهار کرده بودن که دشواری های مقابلمون هست این دشواری ها چیه قابل گفتن یا اینکه از طرف کی این دشواری ایجاد میشه ببینید برال مذاکرات برجام مخفیه و در نتیجه هیچ کس نمیتونه بگه دقیقا مسائل و معضلات و مشکلات چی است یک سری مسائل مثلا گفتم جمهوری اسلامی گفت همه ها برداشته بشه و این خودش یک مانع بود یکی پروسه برداشته شدن تحریم هاست که جمهوری اسلامی که طرف های قربیش میگن 48 ساعت بعدش باید جمهوری اسلامی به تحاداتش عمل بکنه جمهوری اسلامی میخواد این پروسه طولانی تر بشه یعنی تحریم ها هر روز و هر لحظه و هر مدتی بررسی بشه چقدر عملا تحریم ها کنار رفته چقدر رابطه نمیدونم اقتصادی اینا سر جاش برگشته اون وقت جمهوری اسلامی هم دست به یک سری اقداماتی که تعهد کرده بزنه یه سری مشکلات هم تو این مدت جمهوری اسلامی تجهیزات و آماده سازی ها و قنی سازی هایی رو انجام داد که پس بر سر اینه که اینا رو باید برگردونه یعنی باید برگرده به سطح میزان قنیسازی قبل از این طوره و اورانیومی که تهیه کرده خریداری کرده و غیر و غیر اینها اینا از کشور خارج بشه مثلا به فروش برسه به کشورهایی که احتیاج دارن بهش و چیزهای از این قبیل اینا موانع جدیه که هنوز سر راه مذاکرات وجود داره و میتونه بعدم جمهوری اسلامی میخواد که مثلا تضمین هایی داده بشه که دیگه تعهدات کنار زده نشه هیچ دولتی هیچ رئیس جمهوری مثل ترامپ نیاد یا بزنه زیر همه چی یا تهدیدات کنار بره یا از این حرفا که اینا هم گفتن که هیچ شرط و شروطی رو نمی پذیریم هر دولتی مسئول اقدامات خودش هست تصمیمات خودش هست و در نتیجه این شرط رو هم نمیتونن بپذیرن به همین دلیل اینا به هنوز موضوع بحثه ولی تو روزهای اخیر دوباره بحث بر بود که توافقاتی داره دسترسی بهش دست پیدا میکنن و به هر حال خیز تو این رابطه زیاد است ولی من فکر میکنم که بالاخره به یک توافقاتی خواهند رسید بله من میخوام در مورد اون فضای سختی که توی ابتدای برنامه مقدمه صحبتم گفتم بپردازم اما قبل از اون اجازه بدید یه اشاره بکنم به اظهارات خامنه ای که یه جوری بالاخره با ایما و اشاره هم که شده داره میگه مذاکره با آمریکا خیلی هم همچین ناموسی نیست برامون رو به قول معروف ممکنه که بریم تن بدیم به این قبلا همیشه یه خط قرمز بود آیا میشه گفت که یه مقدار دوباره دارن چرخش قهرمانانه نشون میدن از خودشون؟ بله این بحث هست و از جانب بخ بخ برخی از مقامات جمهوری اسلامی گفته شده که خب اگر مجبور بشیم وارد مذاکره مستقیم هم با آمریکا میشیم بعدا دوباره خامنه ای گفتش نه مذاکره مستقیم نداریم خود اینکه مذاکره مستقیم وجود نداره خودش به پروسه رو کنتر میکنه پروسه توافقات رو چون آمریکا غیر مستقیم تو مذاکرات شرکت داره ولی به هر حال من فکر میکنم که ببینید جمهوری اسلامی تو موقعیت بسیار سختی از نظر اقتصادی قرار داره از نظر انزوای بین‌المللی از نظر دیپلماتیک از نظر سیاسی قرار داره از نظر داخلی مشکلات داره و نیاز داره که بالاخره این توافقات انجام بشه هرچه زودتر و بههرحال هرچه وسیعتر و یه مقداری روال رابطهش با دولت های غربی بهبود داده بشه که بتونه بالاخره یک جوری سرسامانی به وضعیتش بده از این نظر فرصت زیادی برای جمهوری اسلامی نیست از اون طرف برای غرب هم فرصت زیادی نیست چونکه که مسئله اتمی جمهوری اسلامی خطرناکه و اگر کار به اونجا برسه میتونه قبل از اینکه <applause> جمهوری اسلامی دست به امکانات و تسلیحات اتمی پیدا کنه و حملات نظامی بهش بشه از جانب آمریکا و از جانب اسرائیل اینا در نتیجه باید به توافق برسن و این فشار هر دو طرف داره صورت میگیره و من مطمئنم که جمهوری اسلامی برحال این عقب نشینی که شما مطرح کردین رو یه جایی خواهد کرد مجبوره این کار بکنه و برای طرف غربیش هم لازمه که این کار انجام بده در نتیجه کم کم میاد پای این نرمش قهرمانانه بخونشه خب ببینیم اصلا آیا این امکان هست که برسیم به اون زمانی که جمهوری اسلامی نرمش قهرمانانه رو از خودش نشون بده با اون فضای سختی که ازش اسم بردیم و الان من یه مقدار بیشتر راجع صحبت می کنم شما از فضای سخت اقتصادی و انزوای بین‌المللی گفتین من یه مقدار میخوام راجع به اعتراضات مردم بیشتر به اصطلاح تکیه بکنیم به این گفتم که اعتراضات مردم علاوه بر اون مثلا 300 شهری که معلماش میرزن بیرون و اعتراض میکنن و خواسته مطرح میکنن علاوه بر اعتراضات کارگری و غیره و غیره فضای داخل زندان که از داخل زندان تعدادی زندانی سیاسی دست به اعتصاب غذا میزنن بیرون زندان یه عده حمایت میکنن علنا مطرح میکنن خواست مطرح میکنن از خارج کشور میان راجب زندانی های دو تابعیتی میگن از یه طرف حمید نوری یه عنصر مهم جمهوری اسلامی در حال محاکمه شدن هست و اینکه بعضی از قضات قضات سابق و کسانی که برجسته بودن به اصطلاح فعالین حقوق بشر بودن با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست مطرح میکنن که رئیسی میره زیر سوال بررسی بکنن جنایات اون رو در تابستان 67 من میخوام بگم این فضا چجوری میتونه به نفع مبارزات مردم تموم بشه به نفع خاصی که همیشه ما مطرح کردیم بایکوت جمهوری اسلامی مطرح بشه و چقدر میتونه فضا رو علیه جمهوری اسلامی رقم بزنه برای بحث بایکوت جمهوری اسلامی در واقع یه متفاوت یا در جهت مخالف برجام قرار داره خب بهترین حالت اینه که دولت های دنیا از نظر ما دولت های دنیا جمهوری اسلامی رو بایکوت کنن سفارتخونهاش رو ببندن زیر فشارش قرار بدن به عنوان یک حکومتی که داره جنایت میکنه ابتدایی ترین حقوق انسانی رو زیر پا میذاره و غیر و غیر برای این خود این که در کنار مسئله برجام این نوع بحث جلو اومده خود این نشون میده که فضا برای جلو رفتن از برجام وجود داره یعنی علیه جمهوری اسلامی یعنی آماده است مردم دنیا این حکومت رو شناختن مردم ایران دارن علیه به اشکال مختلف همونطور که شما اشاره کردین مبارزه میکنن و در نتیجه و ما شاهد جنایاتی هستیم مثل همون قتل پکتاش آپتین یا نمونه های دیگری که میدونیم و تو زندان ها چه وضعیتی هست همه و از اون طرف این جنایات حکومت از اون طرف فضای به شدت فعال مبارزه اعتراض و ابراز انزجار علیه حکومت اسلامی اینها رو دولت هایی که میخوان با جمهوری اسلامی سازش کنن فهم فشار میذاره هم بهشون امکان میده که فشار بیشتری بسران رو حکومت اسلامی و برآل این فضا همونطور که اشاره کردین شما اولوگوش برجام یک سری فعالیتهای داره صورت میگیره که بسیار مهمه تحصیل گذاره و علیه جمهوری اسلامی عمل میکنه و پرال نتیجهش دیگه ادامه داره هنوز هم ادامه داره باید دید که نتیجهش در ادامه به چه اقدامات دیگری میتونن دست بزنن مردم شاید یه ذره بد نیست ادامه بدیم این نکته رو به خصوص که مثلا مسئله آزادی زندانی های دو تابعیتی نه فقط از جانب معترضین مطرح میشه تو ام... توی مثلا خواست آمریکا هم هست که چهار تا زندانی دو تابعیتی باید آزاد بشن در رابطه با همین مسئله برجام این میخوام ببینم که موقعیت جمهوری اسلامی سر میزد مذاکره چجوری رقم میزنه چجوری منعکس میشه ببینید تو اعتراضات این بحث آزاد شدن به اصطلاح های دو مطرح شده و در این حال آزادی زندانیان سیاسی از جانب دیف های وسیع از مردم مخالفین جمهوری اسلامی خانواده ها و بستگان زندانیان سیاسی و همه اینها به نظرم جمهوری اسلامی اگر به توافقات دیگه سر جاش قرار بگیره یعنی انجام بشه مشکل زیادی نداره که دو تابعیت ها را آزاد کنه و ساینای هم داده تا دا حالا که بالاخره شاید مثلا تعدادی رو به زودی آزاد خواهد کرد این امکان وجود داره به نظر من ولی آزادی زندانیان سیاسی به فشارهای به اجتماعی بیشتری توسط مردم علیه جمهوری اسلامی گره خورده و مسئله دولت ها نیست مسئله دولت ها فقط همون توافقات خودشونه مسئله خودشونه و در این حال مثلا دو تابعیت یا تازه اونجای مطرح شده که از جانب خانواده ها و بعد مثلا برخی افراد شخصیت که همین مدت تو همین اعتراضاتی که شما اشاره کردین برای روزن مثلا که یکی از گروگان های سفارت چون، آمریکا تو ایران بود اینها فشار آوردن که باید اول دو تابعیت ها آزاد بشن تا به توافقی انجام صورت بگیره رسیده بشه این این امکان وجود داره که دو تابعیت ها جمهوری اسلامی با همین هدف هم گروگان گرفته یعنی آدمای معمولی رفتن مسافرت خانوادهشون رو ببینن این حکومت اونا رو گروگان گرفته و هیچ می، یعنی اگر دنیا یک معیار و اصول و قانون و قدرت انسانی عادلانه وجود داشت سالا پیش با اولین گروگانگیری از این قبیل که اینو تروریسم بین المللی هست گلوی جمهوری اسلامی رو میگرفت ولی متاسفانه این حکومت تونسته تعدادی رو سالها تو زندان نگه داره و فقط گروگان برای اینکه پول بگیره برای اینکه امتیاز بگیره برای اینکه فرار فشار بیاره و اینا رو بالاخره ممکنه تو این وسط آزاد کنه بله خب در پایان صحبتمون هستیم اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به این موضوع که توافق یا عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای کدومش به نفع مردمه شاید بهتر اینطوری بگم چه اتفاقی باید بیفته تا به نفع مبارزات و اعتراضات مردم تمام بشه ببینید من تو موقعیت خودم رو که در اون توافق دولت ها با جمهوری اسلامی به اسطلاح بدم یا بگم چی خوبه چی بده فایده هم نداره اونا قرار نیست به حرف من شما گوش بدن که چی خوبه و چی بده و اما به از نظر ما همطور که گفتم قبلا جمهوری اسلامی هرچی بیشتر منزویتر باشه زیر فشار بیشتر بین باشه و حتی بایکوت بشه به نفع مبارزات مردم این حکومت ما از دولت ها نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خواست مردم رو عملی کنن ولی میتونیم فشار بذاریم رو دولت که گلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن و سفارتشو ببندن نمیدونم به خاطر جنایاتی که علیه بشریت انجام میده به خاطر همین مثلا دو روز پیش دو نفر از همجنسگرایان رو که تو همه جوامع دنیا یا بیشترش زندگیشون رو میکنن آدمای معمولی هستن اینا رو گرفته اعدام کرده یا نمونه همون قتل بکتاش آپتین هست و نمونه های بسیار دیگه رو میشه اسم برد اینها مثلا مستاق جنایت علیه بشریت ما تو قبلا تو تاریخ داشتیم مثلا حکومت آفریقای جنوبی رو تحریم کردن تو سطح بین بایکوت کردن حکومت میانمار رو بایکوت کردن حکومت بلاروس رو فکر کنم مدت پیش بایکوت کردن به دلیل اقداماتی از این نوع خیلی کمتر از این ولی جمهوری اسلامی هنوز به عنوان یک حکومت به رسمیت شناخته میشه از نظر ما این حکومت نباید به رسمیت شناخته بشه به عنوان حکومت معمولی در نتیجه برجام مثلا چندان تو این رابطه کاری انجام نمیده آیا توافق بهتره یا عدم توافق اونم بستگی داره اگر توافق یک سری موادی رو به نفع که به نفع مردم باشه مثلا بالاخره چهار تا زندانی سیاسی آزاد بشن گروگان ها آزاد بشن نمیدونم نوک جمهوری اسلامی تروریسمش قیچی بشه چیزهایی از این قبیل توش گنجونده شده باشه یا بشه خب به درجه مثبته ولی هنوز در اون حد یا قابل مقایسه با اون چیزی که ما میگیم و خیلی حتی اتحادی ها های کارگری گفتن تشکل های انسان نوز گفتن و آقا این حکومت باید بایکوت بشه نمایندگانش باید از سازمان های بینونالی بیرون انداخته بشه بعضی ها ممکنه بگن که خب اگر این اقدام صورت بگیره جمهوری اسلامی ممکنه بر لا اتمی تولید کنم فکر نمی کنم. اگر یه همچه اقدامی صورت بگیره جمهوری اسلامی آنچنان زیر فشار منزوی میشه تضعیف میشه که زودتر میشه از شرش کامل خلاص شد بله. در نتیجه از نظر من بایکوت با جهانی جمهوری اسلامی از برجام مهمتر مثبتتر و مفیدتره و برجام هم بالاخره به درجه ای که این حکومت رو کنترل کنه مانع دستیابیش به سلاح اتمی بشه بالاخره به درجه میتونه نقش مثبتی داشته باشه این از نظر من یعنی میخوام میگم رابطه دولت ها رو دیگه بستگی به خود دولت ها داره ولی ما میتونیم روش فشار بذاریم رو جمهوری اسلامی رو دولت ها مردم میتونن فشار بذارن همینطور که اشاره کردین به درجه هم گذاشتن خیلی متشکر از شما کازم نیخا ممنونم از شما بینندگان گرامی گفتگوی ما رو شنیدید با کازم نیخا در رابطه با مذاکرات برجام و موقعیت جمهوری اسلامی با این امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه سیما بهاری هستم و براتون ساعت و لحظه های خوبی آرزو مندم سربلند باشید